خودت کارگری کردی؟ من اصلا کارگرزاده هم، هر کاری من بیل بده دست من، دست دیگرانم بده، کلنگ بده، داست بده، تا بریم درو بکنیم با هم دیگه. من بعضی وقتا دوران نوجوانی و جوانی وقتی که میرفتیم درو، این تاولای دستم بالا می متورم می شدن و چی بود بله. بس درد کارگر می دید؟ حتما درد کارگر. با این حقوق کارگری هم می شه زندگی کرد؟ واقعا سخته، اما با قناعت میشه ساخت. میشه شما خودتون میتونید؟ من که با در طول عمرم با حقوقم چی کردم، کار کردم. البته خب آدم ها فرق میکنن. من خانوادم خیلی خانواده کم توقعی هستن توی هزینه کرد، و دیگه حالا ما هم پیر شدیم بعد از 34 سال، ولی خب اون بد به استخدام که ما استخدام شدیم خیلی سخت بود. آیا این وزیر به دنبالی هست انشالله معیشت کارگران، سفره کارگران رو رنگ کنیم؟ حتما باید این کار انجام بدیم. ما باید ببینیم این چیزی که ما گفتیم حد اقلی است. ما گفتیم حد اقل حقوق کارگران باید 27% حد اقل بگیرها اضافه بشن. اینی که کارگری مثلا الان اینجا توان داره، این قطعا تابع کارای خاص خودش هست و منتش میکشن و حقوق مکفی هم بهش میدن. ما حد اقل بگیر را گفتیم. حالا اگر کارگری عرصبت به توانمندی های ویژه‌ای داشته، اون دیگه خودش قدرت چانه‌زنی داره با کارفرماها، و اگر یه جایی کارفرماها بخوان بیشتر از مصوب ما پرداخت بکنن، ما محدودیت ایجاد نکردیم. ما گفتیم از این کمتر نه، از این بیشتر خواستم بدم بدن. از این کمتر که نه، از این بله، گفتیم از این مبلغ. ببینید بعضی وقتا خلط مبحث میشه، اشتباه برداشت میکنن. ما گفتیم که حداقل این قدره، هیچ کس نمیتونه از این کمتر بده، خلافه در بده. خلافه. اما اگر کسی خواست از این بیشتر بده، کارگر و کارفرما با هم توافق کردن بیشتر بگیره، نوش جانش، پاداش میخواد بگیره، نوش کارش.